سلام علیکم، من زهرالملوکم. به کانال من خوش اومدین. امروز داستان مردی رو قراره با هم بشنویم که از کارهای ساده‌ای مثل چوپانی و گلده‌داری به یکی از ثروتمندترین مردان ایران در قبل از انقلاب تبدیل شد. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن، شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. حجب تو 13 خرداد سال 1313 تو شهر سنگسر از توابع سمنان به دنیا اومد. شماره شناسنامه اون 113 بود. 13 تا انگشتر داشت و 13 تا اتومبیل. 13 تا محافظ شخصی داشت. دو رقم آخر تمام حساب‌های بانکیش 13 بود. 13 عدد مقدس حجب. پدرش رضا قلی یه گله‌دار ساده بود که زمان سلطنت رضا شاه هم مدتی تو ارتش خدمت می‌کرد و پیرو آیین بهایی بود. حجب تحصیلات ابتداییش رو تو دبستان زند تهران می‌گذرونه. ششم ابتدایی رو تو دبستان جمشید جم و بعد هم به دبیرستان فیروز بهرام که یکی از دبیرستان‌های قدیمی و از جمله مدارس نمونه زرتشتیان بود میره. این مدرسه کانون پرورش استعدادهای زرتشتیان برای مدیریت آینده ایران بود. بعد از درس راه پدرش رو انتخاب میکنه و از همین راه بود که به ثروت میرسه. حجب فعالیت خودش رو با گله‌داری تو سنگسر شروع میکنه و کم کم با خرید دام و زیاد کردن دامها به کشتارگاه تهران راه پیدا میکنه. میگن شهردار تهران به خاطر بزرگ شدن شهر نمیتونست گوشت مورد نیاز شهر را تامین بکنه. به خاطر همین حجبر یزدانی به خاطر شغل پدرش و آشنایی با دامدارای اطراف تهران قبول میکنه که گوشت مورد نیاز شهر رو تامین بکنه. ایده‌ای هم میگن همین کار بود که راه اون رو به سمت فعالیت‌های اقتصادی خیلی بزرگتر باز میکنه. تا آخرای دهه 40 خورشیدی زندگی معمول و متعارفی داشت. ولی تو دهه 50 خورشیدی زندگیش کلاً زیر رو میشه. هرچند که عمده فعالیت و موفقیت اقتصادیش رو زمینه دامداری و کشاورزی بود، ولی بعداً پاش به عرصه بانکداری هم باز میشه. میگن اون تونسته بود با رشوه دادن به مدیرای بانک پرداخت چکاشو به تعویق بندازه و با استفاده از چکای فاقد موجودی ولی برگشت نخورده سهام بانکای مختلف رو بخره. اون اول قسمتی از سهام بانک صادرات رو میخره و بعد هم سهامدار اصلی بانک ایرانیان میشه. فعالیت‌های اقتصادیش علاوه بر شهر مرد تولدش سنگسر و منطقه های اطرافش تو سطح کشور توسعه پیدا میکنه. حجب دوبار ازدواج میکنه. ازدواج اولش تو سال 31 با زنی بهایی به اسم بهمنه درخشانی بود. بعد از جدایی از ایشون تو سال 45 با خانومی مسلمون به اسم فاطمه جدلی عراقی ازدواج میکنه. حاصل این دو ازدواج یزدانی هم 3 پسر و 3 دختر میشه. مجتمعهای کشاورزی تو مناطقی تو گرگان، گنبد، سیستان و بلوچستان، شیروان و قوچان داشت و تو کار تولید قند، تولید پنبه و تولید کفش هم فعال بود. تصویری که از خجبر یزدانی تو سالهای قبل از انقلاب ارائه شده متناقض، پر ابهام و رازآلوده. ولی تردیدی تو موفقیت اقتصادیش وجود نداره. چهره‌ای هم که بعد از انقلاب از خجبر یزدانی ارائه شده تصویر فردیه که روابط نزدیکی با دربار داشته و خودش بهایی بوده و از حمایت بهاییان برخوردار بوده و از طریق روابطی که داشته وام‌های کلانی از بانک‌ها می‌گرفته. و همین روابط مسیر اونو برای به دست آوردن ثروتی هنگفت باز میکنه. به گفته میلانی، حجبر یزدانی امپراتوری خودش رو با حمایت بهاییان و برپایه پشتیبانی دو نفر ساخت. نعمت الله نصیری رئیس ساواک که هم شهری اون بود و دکتر عبدالکریم عیادی پزشک مخصوص شاه. همین اتفاقا باعث شد که بعد از انقلاب تمام ثروت یزدانی تو ایران مصادره بشه و قسمت زیادی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار بگیره. شرکت کشت و صنعت شاهین، کفش اطمینان، کفش ایران، قند اصفهان و شرکت کشاورزی و دامپروری کیخسرو، شرکت قند قزوین، گوشت آریا زمین، کارخونه قند شاهزند، قند قوچان و شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریز از جمله واحدهای تولیدی و تجاری یزدانی بودند. بیشتر از 21 کارخونه داشت که بزرگترینش مجموعه قند شیروان بود. اون یه مجتمع کش و صنعت هم تو سمنان در حال ساخت داشت که بعد از انقلاب ساختنش متوقف میشه. با وجود همه روابطی که گفته شد آقای یزدانی با دربار داشته، تو مرداد سال 57 به خاطر تصرف زمینای دولتی به زندان میافته و تا زمان انقلاب تو بهمن همون سال تو زندان بود. ولی با وقوع انقلاب
از زندان فرار میکنه. اون مدتی تو سنگسر مخفی میشه و نهایتاً با گذرنامه جعلی از ایران فرار میکنه و به آمریکا میره. از آمریکا به کاستاریکا میره و تو کاستاریکا با کمک تعدادی از ایرانیان یه مجتمع بزرگ را میندازه. در اونجا هم با مقامات کشور روابط دوستانه برقرار میکنه و اونجا هم به بانکداری مشغول میشه. اموالش بعد از انقلاب به قدری زیاد بود که بعد از صدور حکم مصادره اموال سلسله پهلوی، آیت الله خمینی، علی طرخانی، اسدالله عسکرولادی و حبیب الله شفیق رو مأمور میکنه تا اموال حجب رو در اختیار بگیرن و از اونها محافظت بکنن. قسمت زیادی از اموالش به بنیاد مستضعفان میرسه و تو طول این سالا خیلی از اموالش بارها دست به دست میشه. مجتمع بزرگی که یزدانی در انتهای خیابون پیروزی تهران فرح‌آباد سابق داشته به سپاه پاسداران میرسه و در حال حاضر مقر فرماندهی ستاد سپاه پاسداران و نیروی وابسته به اون هستش. حجبر یزدانی که تو شهر سنخوزه تو کاستاریکا زندگی میکرد در کنار مزرعش یه تابلو بزرگی نصب کرده بود که روی اون نوشته بود سنگسر که یادآور محل تولدش بود. گفته میشه که هم محلیاش از اون با احترام زیاد یاد میکنن. دکتر رضا نیازمند که زمانی معاون وزیر اقتصاد بنیانگذار شرکت هایی مثل ماشینسازی و تراکتورسازی تبریز و ماشینسازی عراک بود درباره یزدانی گفته چوپان بود ولی خیلی باهوش بود. تونست خودش رو تا رده ثروتمندان کشور بالا بکشه. عده‌ای تو نقد اون چوپان بودنش رو به کنایه مطرح میکنن. ولی شاید بد نباشه که بدونن نادرشاه هم چوپانی بود که خودش رو به عنوان یک سلطان کشورگشا معرفی کرد. اون همینطور میگه حجب یه بهایی علی اللهی بود. یادم میاد تو ایام تولد حضرت علی و عید قدیر سرتاسر خیابون شهید لواسانی امروزی رو بیرق میزد و چراغونی میکرد. گوسفند میکشت و با گوشت اون آبگوش درست میکرد تا بین مردم پخش بکنه. تو اون ایام یه قوقایی برپا میشد تا اونجایی که خیابون بند میومد. البته اینم بگم تو اون سالا مردم زیاد نمیدونستن بهایی چیه و چه تفکری داره. حساسیت زیادی روی این فرقه وجود نداشت. شاید بشه گفت کسی نمیدونست که حجب بهاییه و علی اللهی بودنش نمود بیشتری داشت. سرانجام حجبر یزدانی تو روز 29 فروردین سال 1389 تو سن 76 سالگی تو مزرعه شخصیش توی کاستاریکا از دنیا میره. اونطوری که فرزند ارشدش نادر گفته اون وصیت کرده بود که تو زادگاهش سنگسر دفن بشه. ولی مسئولان وقت اجازه عمل کردن به وصیتش رو نمیدن. مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودین. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو برام کامنت بکنین، این پست رو لایک بکنین و اگر تا به حال عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنین.